طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ وقد درسنا في الفصول السابقة عن تطور الصحافة ونشأة الصحافة وبداية الصحافة. أين بدأت الصحافة العربية أولا؟ نعم، بدأت الصحافة العربية أولا في مصر. ما هي الصحيفة الأولى العربية التي أصدرها الفرنسيون في مصر؟ زين، ماذا؟ هي التنبيه. وكذلك أصدر الفرنسيين في الجزيرة الجزائر أيضا ماذا؟ في ألجيريا أصدروا مجلة المبشر. وكذلك بعد انسحاب الفرنسيين من مصر بدأت الصحافة العربية بإصدار الصحيفة المصرية ماذا؟ الوقائع المصرية. فنحن اليوم نحن ندرس عن تطور الصحافة العربية في مصر. الصحافة العربية في مصر في عهد الفرنسيين. أولا نحن ندرس عن الصحافة العربية، تطور الصحافة العربية في عهد الفرنسيين أي تحت إطلال الفرنسيين. بدأت الصحافة العربية في مصر بعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ميلادي. وقد درسنا تفصيليا عن النهضة الأدبية المصرية في العالم العربي ودور الحملة الفرنسية في النهضة الأدبية والنهضة العلمية والنهضة الثقافية في العالم العربي. وقد درسنا أيضا عن الحملة الفرنسية في مصر. ولما بدأوا الحملة بدأ الفرنسيون الحملة على مصر، ولما احتلوا مصر بدأوا ينشرون النشرات في اللغة الفرنسية وكذلك في اللغة العربية. نشر الفرنسيون في القاهرة ثلاث جرائد وقد نشروا ثلاث جرائد، وهي أولا بريد مصر أي لي كوريير إيجيبتي في اللغة الفرنسية وكذلك لي كوريير لإيجيبتي، وهذه هي النشرة 116 العدد، فهذه صورة لكورير دي إيجيبت النشرة الأولى النشرة الفرنسية في مصر. وكذلك هنا أعشار مصر، وهذه النشرة في اللغة الفرنسية أصدرها الفرنسيون في مصر، وهذا ليديكيد إيجيبشن، وهذه هي صورة ليديكيد إيجيبشن أي أعشار مصر في اللغة الفرنسية. وهاتين الجريدتين بريد مصر وعشار مصر أو ليكوريت دي إيجيبشن أو ليديكيد إيجيبشن وهما في الفرنسية، أي أصدر الفرنسيون أو نابليون بونابرت هاتين الجريدتين بريد مصر وعشار مصر في اللغة الفرنسية. അപ്പൊ ഫ്രഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. അത് രണ്ട് പത്രമാണ്, കൊറിയർ ഡി ഈജിപ്റ്റ്, ഡി കെ ഡി ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരിലുള്ള പത്രങ്ങളാണ് അവർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ 1798 തന്നെ ഇറക്കിയത്. അമ്മ വല്ലുഹറ സലാസ ജറായിദ് വഖദ് ഖുൽന അൻ സലാസ ജറായിദ് വനാഖശ്ന അൻ സഹീഫതൈനി ഫഖത് ഐ അശാർ മിസ്ര വബരീദ് മിസ്ര വസലാസ അല്ലാഖറ الأخرى أي الأخرى أي الثالثة الجريدة الثالثة التي نشرها الفرنسيون في مصر في اللغة العربية. فذلك وتلك هذه النشرة في اللغة العربية وذلك باسم التنبيه، ويعرفت أيضا بالحوادث اليومية، تعرف هذه الجريدة أيضا بالحوادث اليومية الأخرى. فهذه الجريدة الأولى في اللغة العربية التي أصدرها الفرنسيون في مصر ويتعرف بالتنبيه. فالتنبيه إن بير للور برسدي كرنا ما دركي هذا اللينكل على حوادث اليومية إن بير للا ور برسدي كرنا ما دركي نانا بارنا. فبر عندهم أونن نه أنا غنا مون برسدي كرنا غلا ور يركيتنا. وهي أي الحوادث اليومية أي التنبيه تعتبر جدة الصحف في اللغة العربية. عربي بطرة
വല്യമ്മയായിട്ട് ലജ്ജത്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത്തൻബീഹാണ്. ഫഹാദിഹിയ അൽ സഹീഫ അൽ അറബിയ അൽ ഊല അല്ലത്തി അസ്ദറഹ അൽ ഫറൻസിയ അമ്മ അൽ വഖായ അൽ മിസ്രിയ ما هي الوقائع المصرية؟ وقد سمعنا عن وقد سمعنا عن الوقائع المصرية. ما هي ما أهميته؟ نعم هي أول صحيفة عربية فنية في مصر أي في العالم العربي وفي اللغة العربية. أصدر محمد علي مجلة باسم جامع الحديبي في عام 1822 ثم حولها اسمها في عام 1828 إلى الوقائع المصرية أي أصدر محمد علي باشا أولا. من محمد علي باشا؟ محمد علي باشا هو الوالي الألباني لولاية مصر تحت دولة العثمانية. فبعد انسحاب الفرنسيين على مصر من مصر تولى محمد علي على مصر. وكذلك وقد قام بإصلاحات ثقافية وقام بإصلاحات تربوية أيضا في مصر. فلتشجيع العمليات أو الإصلاحات التربوية والإصلاحات الثقافية بدأ إصدار مجلة باسم جانل الخديوي. جانل الخديوي هذا هو الاسم الأول للوقائع المصرية وقد بدأ في عام 1822 ميلادي ثم حول اسمها في عام 1828 إلى الوقائع المصرية. فبندان سلاي محمد علي باشا 1822 തന്നെ പത്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് ജേണൽ അൽ ഹുദൈബി എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് 1828 നല്ലൊരു അറബി മാഗസീനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറബി പത്രമായിട്ട് പിന്നീട് ഇറങ്ങുന്നത്. അതാലിക 1828 അദ്ദേഹം വഖായ അൽ മിസ്രിയ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. وكانت تصدر في أول العهد في تركيا ثم نشرت في تركيا والعربية معا ثم صارت عربية خالصة. فجعل الحديبي تودغنا سميت أد تركي باشي لأن പിന്നീടാണ് തുർക്കിയിലും അറബിയിലുമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൽ വഖായ അൽ മിസ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന 1828 അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്. സുമ സാറത്ത് അറബിയത്തൻ ഖാലിസത്തൻ ഈ സുമ സാറത്ത് هذه الجريدة أي الصحيفة الوقائع المصرية العربية خالصة تصدر في اللغة العربية. وذلك بعد تولية رفاعة التختاوي إصدار الوقائع المصرية. فهذه هي الوقائع المصرية. سورة الوقائع المصرية صدرت في عام 1940 ميلادي. زين الوقائع المصرية ആദ്യത്തേതാണ് പത്രമാണ് തന്നല്ല അതിൽ തുർക്കി ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. തുർക്കി ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം തുർക്കി ഖിലാഫത്തിന് കീഴിലാണ് ഈജിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സുമൻ നുഷ്റത്ത് ഫി തുർക്കിയ വൽ അറബിയ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി തുർക്കി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് അറബി ഭാഷയിലും തുർക്കിയിലും ഇറങ്ങി. പിന്നെ റിഫാത്ത് എഹ്താവിയൊക്കെ ഈ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം എടുത്തപ്പോൾ പിന്നീട് എന്തായി പക്ക അറബി മാഗസീനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സുമ നുഷ്റത്ത് ഹാദിഹി സഹീഫ വകദാലിക നുഷ്റത്ത് ഹാദിഹി സഹീഫത്തുൽ അവാമിറൽ ഹുക്കൂമിയ വൽ അഖ്ബാർ അൽഹാമ ഇലാഫത്തിൻ ഇലാ ബാദിൽ മവാദിഇ അൽ ഇജ്തിമാഇയ വൽ അദബിയ. നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ജരീദ റസ്മിയ അലിൽ ഹുക്കൂമത്തിൽ മിസ്രിയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നുഷ്റത്ത് സഹീഫത്തുൽ അവാമിറൽ ഹുക്കൂമിയ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറുകൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ഗസറ്റ് എന്ന് പറയും പോലെ ഒരു സഹീഫത്തു ദൗലയായിരുന്നു അൽ വഖായ അൽ മിസ്രിയ ഒരു ഗസറ്റ് പോലെയുള്ള പത്രമായിരുന്നു. വൽ അഖ്ബാർ അൽ ഹാമ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ര ന്യൂസുകൾ ഇറക്കും. ഇലാഫത്തൻ ഇലാ ബാലിൽ മവാദിയ ഇജ്തിമാഴിയ വൽ അദബിയ ഇൻ അഡീഷൻ ടു സം സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലിറ്റററി സബ്ജക്ട്സ് ഓർ ഇഷ്യൂസ്. وقد تعطلت الوقائع المصرية في فترة ما بين عهد محمد علي الحديبي وإسماعيل باشا أي في عام 1849 إلى 1863 ميلادي. تعطلت الوقائع المصرية 1849 محمد علي باشا أدغارت لند ماريا دوڑ گوڑا لنگل أدهتن مارنا دوڑ گوڑا
محمد علی باشا کے شیشم اسماعیل خدیوی الخدیوی اسماعیل باشا اسماعیل اسماعیل الخدیوی محمد علی الباشا و اسماعیل الخدیوی هذا صحيح محمد علی نے കൂടെ പൊതുവേ ഖുദൈബി കൊടുക്കാറില്ല ഭാഷ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്മായിലിന്റെ കൂടെ അൽ ഖുദൈബി ഇസ്മായിൽ എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭാഷക്കാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇസ്മായിൽ അൽ ഖുദൈബി ഇസ്മായിൽ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ഭാഷയുടെയും ഖുദൈബി ഇസ്മായിലിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചു കാലം ഈ വഖായിൽ മിസ്രിയ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് തഅത്തലമാന തഅത്തലത്ത് മിനൽ ലിസ്ദാർമാന അത് പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോയി എന്നർത്ഥം وكذلك ثم استأنف إصدارها في عهد إسماعيل خديوي خديوي إسماعيل أو إسماعيل باشا في سنة 1863 فلا زالت تصدر حتى عام 1927 ميلادية وكذلك هي تصدر حتى الآن ثم استأنف إصدارها في عهد إسماعيل باشا إسماعيل باشا يدى قال قطتل عنا ذو برسديغرنا تودنگي بنيدا ذو പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയത് 1863 വലാസാലത്തുസ്തറു വലാസാലത്തുസ്തറു ഹത്താം 1920 1927 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ അമില ഫിഹ യഅമില ഫി അൽ വഖായിൽ മിസ്രിയ ലുലമാ വൽ ഉദബ അൽ ബാരിസൂന ഫിൽ അദബ് അൽ അറബി മിസ്ല ഷൈഖ് ഹസൻ അൽ അത്താർ വ ഷൈഖ് ശിഹാബുദ്ദീൻ വ റിഫാ തർതാവി വ അഹമ്മദ് ഫാരിസ് അഷ്ഷിദിയഖ് الشيخ محمد عبدا وغيرهم كثيرون അപ്പോൾ റിഫാത്ത് ഹത്താവിയും അതുപോലെ അഹമ്മദ് ഫാരിസ് അഷ്ഷിദിയാക്കുമാണ് ശബ്ദത്തിൽ ഈ പത്രത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയതും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അഹമ്മദ് ഫാരിസ് അഷ്ഷിദിയാക്കിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതുപോലെ റിഫാത്ത് ഹത്താവിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു റിഫാത്ത് ബക്കത്ത് ഹത്താവിയാണ് മദ്രസത്തുൽ അൽസുനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതുപോലെ ഈ വഖായിൽ മിസ്രിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രസിദ്ധമായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം وقائل المصرية وهذه أهمية صحيفة مهمة في العالم العربي ولذلك لا بد علينا أن نعرف تفصيليا عن الوقائل المصرية فعليكم أن تطلعوا إلى المعلومات على المصادر في الكتب وكذلك في عبر الإنترنت هناك كثير من المعلومات عن الوقائع المصرية فعليكم الاطلاع على هذه الوقائع على هذه التفصيلات عن الوقائع المصرية ثم الصحافة المصرية في عهد إسماعيل الخديوي إسماعيل الخديوي ده قال قتلة مصر لفترنغل داوستا ظهرت في عهد الخديوي إسماعيل نهضة جديدة بالأعمال الصحافية في مصر وفي عهده ظهرت الصحافة الشعبية ظهرت في عهد الخديوي إسماعيل نهضة جديدة في الأعمال الصحافية في مصر ഈജിപ്തിലെ വലിയ 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 ഒരു നവോത്ഥാനം പിന്നീട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വഫി അദിഹി ലഹറത്ത് സിഹാഫ ഷാബിയ പീപ്പിൾ ജേർണലിസം പീപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗവൺമെന്റ് പത്രം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പത്രം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം عندنا سنغرم وقد شاجع إسماعيل الصوفيين المصريين واللبنانيين الوافدين إلى مصر لنشر الصوفي ومنح لهم الحرية الكاملة إذا أنتم تتحدثون وقد شجع إسماعيل الصوفيين المصريين مصري للكاريم أديم برسدي أديم بروسا بيتشو واللبنانيين قد درسنا في وقد درسنا في التاريخ وقد هاجر كثير من الأدباء وقد هاجر كثير من الأدباء اللبنانيين والسوريين إلى مصر في عهد محمد في عهد خديوي إسماعيل وذلك للاضطرابات السياسية للاضطرابات العسكرية في لبنان في الاضطرابات الاجتماعية അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെ തുടർന്ന് കുറെ സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുത്തുകാർ ഈ ലുബനാനിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ലുബനാനിക്കാരും സിറിയക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ അവിടെയുള്ള ഈജിപ്തുകാരൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇത്തരം രചനകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും ജീവാമനോഹലവും ഈ കൃതിയത്തിൽ കാണില്ല وهذه هي إسماعيل خديوي خديوي إسماعيل وهذا هو إسماعيل خديوي وصدرت في عصره الصحف بمختلف اللغات بتستبعشغل بس ديگر چوا منها
23 صحيفة عربية അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം 23 സുദരത്ത് 23 സുഹഫ് أهم صحف المصرية ظهرت في عهد إسماعيل الخضيري وهذه هي الصحف أو الجرائد الهامة التي ظهرت في عهد إسماعيل أولا اليعسوب فهي مجلة طبية أول مجلة طبية في اللغة العربية وهي تعرف باليعسوب اليعسوب معنى تنبي فتنبي حيوان مجلة طبية فهي تعتبر أول مجلة علمية عربية في العالم عرب لغة تنى عربي باشيلة آدي scientific magazine ايضا بريغنكنا لغة مجلة scientific magazine ايضا بريغنكنا أول مجلة عربية يا اليعسوب أصدرها وإسماعيل وأصدرها عبد الله وإسماعيل في عهد إسماعيل وكذلك وهنا وادي النيل وادي النيل وادي أيضا مجلة سياسية وكذلك هي سورة لمجلة صحيفة صحيفة مصرية أسبوعية وكذلك وادي النيل نيدي ونيا مجلة سياسية مجلة سياسية ونزهة الأفكار أيضا في عام 1869 ميلادي نزهة الأفكار بسيطيرتشو وكذلك روضة المدارس كانت هي أول صحيفة للطلبة ودياردي الكويندي تلاجة تبطرمنا روضة المدارس وكذلك جريدة الكوكب الشرقي وذلك في عام 1873 كانت هي أول جريدة عربية يصدرها لبناني في مصر لبنان كار ايجيبت لو اندين شيشم آدي ما يرقنا آدي تبطرمنا الكوكب الشرقي فهذه هي المجلات المشهورة ظهرت في عهد إسماعيل خديوي وهنا وكذلك هنا ظهرت أهم جريدة في عهد إسماعيل خديوي وهذه هي الجريدة الأخرى نشرها الشقيقان اللبنانيان في الإسكندرية في عام 1875 أو 76 ميلادي هنا اختلاف بين المؤرخين الشقيقان سليم توكلا وبشارة توكلا الشقيقان من هم سليم توكلا وبشارة توكلا اللبنانيان وهما أصدرا جريدة الأهرام في عام 1875 أو 76 وهما سليم توكلا وبشارة توكلا هما أصدرا هذه الجريدة ثم نقل مقرها من الإسكندرية إلى القاهرة في عام 1898 ميلادي 1868 وهذه هي سورة الجريدة الأهرام في القديم وهذه هي سورة الجريدة الحديث فهي الجريدة هي التي لا تزال تصدر حتى الآن إنها وراء 1875 فلذا لها أهمية كبرى في تاريخ الصحافة العربية وكذلك هنا واشتهرت هي بأنها جريدة مستقلة محايدة تساير سلطة الحاكمة مهما كان اتجاهها هي جريدة الأهرام اشتهرت بأنها جريدة مستقلة ഒരു ഫ്രീ മാഗസിൻ ആണ് ഫ്രീ മാഗസിൻ മാന ഫ്രീ ഓഫ് തോട്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുഹായദ അത് നോൺ അലയൻസ് ആണ് ഒരാളോടും പക്ഷപാതിത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് തുസായിർ സൽത്തൽ ഹാകിമ മഹമ കാന എത്തിച്ചാകുക ആരാണോ ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷി ആരാണോ ആയാ അവരോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അവരുടെ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമീപനം എന്തോ ആവട്ടെ ഭരണവർഗത്തോട് കൂടെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സിഹാഫ ജരീദത്തുൽ അഹ്റാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് وهي الجريدة العربية الأولى التي اتخذت لها المراسلين في أوروبا وسائر أنحاء الشرق
وهي أي جريدة الأهرام هي الجريدة العربية الأولى فست بطرمان التي اتخذت لها مراسلين أي عينت لها مراسلين في أوروبا كارسپوندنت نيميتشو يوروبي لوسائر أنها إشارك أقول باوريس ديشة دنده مجلس تلنغل ولا طبعة خاصة بالإسكندرية باسم سود الأهرام ഈ ജരീദത്തുൽ അഹ്റാം എന്നുള്ള പത്രം അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് കൊയ്റോയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അവർ തുടർന്നിരുന്നു അതാണ് സുദൽ അഹ്റാം സദ അൽ അഹ്റാം വഹിയ തുസ്ദറു ബിൽ ഇസ്കന്ദരിയ ഫുന അലൈന ഐദൻ അന്നദ്രുസ തഫ്സീലിയൻ അൻ ജരീദത്തുൽ അഹ്റാം وهي أيضا جريدة هامة مثل الوقائع المصرية وعلينا أن نطلع على معلومات كثيرة على على بيانات مفصلة عن جريدة الأهرام فعليكم أن الاطلاع إلى الكتب المصدر وأيضا هنا جريدة المقدم وهي أيضا جريدة مشهورة في مصر التي ظهرت في عهد حديبي محمد علي وهي ليعقوب صروف ليعقوب صروف وفارس نمر وشاهين ماكريوس وهم الذين أصدروا جريدة المقدم ظهرت في عام 1889 ميلادي ظهرت هذه الجريدة أي جريدة المقدم في عام 1889 ميلادي وهي الجريدة السياسية التي تؤيد السياسة البريطانية في مصر أي جريدة المقدم وهي جريدة سياسية تؤيد السياسة البريطانية في مصر ഈജിപ്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തോട് അനുകൂലം പുലർത്തുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു ജരീദത്തുൽ മുക്തിം. വഖദ് അസാറത്തുൽ ലജ്ജത്തുൽ കുബ്രാ ബൈനുൽ മിസ്രിയിൻ ഈജിപ്തുകാർക്കിടയിൽ വലിയ വളരെയധികം വലിയ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ലജ്ജത്തുൽ കുബ്ര വലിയൊരു ശബ്ദ കോലാഹലം അല്ലെങ്കിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്രമാണ് അൽ മുക്തിം. അത് ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. وكذلك هنا ظهرت جريدة المؤيد للشيخ علي يوسف أصدرها في عام 1889 ميلادي أي في نفس العام التي ظهرت جريدة المقدم في نفس العام التي ظهرت في جريدة المقدم ظهرت هنا جريدة المؤيد للشيخ علي يوسف أصدرها في عام 1889 ميلادي وهي جريدة سياسية مناضلة ضد السياسة الاستعمارية وتقوم للوطنية المصرية وهي جريدة سياسية أيضا ولكن مناضلة ضد السياسة الاستعمارية البريطانية അപ്പൊ മുക്തിമ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജരീദത്തുൽ മുഅയ്യദ് ബ്രിട്ടീഷ് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തഖൂമുലിൽ വത്തനിയൽ മിശ്രിയ ഈജിപ്റ്റ് ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പത്രമായിരുന്നു ജരീദത്ത് അൽ മുഅയ്യർ വക്കാനത്ത് ദാത്ത ഫുത്തത്തിൻ ഇസ്ലാമീയത്തിൻ തുദാഫി അൻ ഹുക്കൂക്കിൽ മുസ്ലിമിയ ഫി കുല്ലി മക്കാൻ തന്നെയും അല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് മാഗസിനായിട്ട് കൂടെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അത് ഫുത്തത്തിൻ ഇസ്ലാമി അതിനൊരു ഇസ്ലാമിക് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുദാഫി അൻ ഹുക്കൂക്കിൽ മുസ്ലിമിനെ ഫി കുല്ലി മക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്നു. വക്കാന മിൻ അബ്റസ് കുത്താബിഹ സാദ് സാലുൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദ വഖാസിം അമീൻ വ മുസ്തഫ കാമിൽ വഹാഉലായി അൽ ബാരിസൂൻ ഫിൽ അദബ് അറബി അൻതും തഅരിഫൂന സാദ് സാലുൽ സാദ് സാലുൽ മൻ ഹു സാദ് സാലുൽ കഹനിൽ അൽ അദീബ് മഷ്ഹൂറുൻ വ സിയാസിയുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ഫിൽ ആലം ഫി മിസ്ര വഖദ് സാറ وقد صار رئيس الوزراء في مصر وكذلك صار وزير المعارف في مصر فسعد زعلول أيضا وهو يكتب في جريدة المؤيد وكذلك الشيخ محمد أبتا وكذلك قاسم أمين وكذلك مصطفى كامل وهم كتبوا في هذه الجريدة جريدة المؤيد وهنا أيضا مجلة مشهورة ظهرت في عصر محمد في عصر إسماعيل باشا وهي مجلة الهلال أنتم تعرفون مجلة الهلال أصدرها جورج زيدان اللبناني من جورج زيدان كما نعرف جورج زيدان وهو أديب مشهور وصاحب الرواية التاريخية صاحب رواية تاريخية وكذلك له كتب كثيرة وكتابه المشهور في تاريخ الأدب تاريخ آداب اللغة العربية في أربعة أجزاء
فجورجي زيدان أصدرها مجلة الهلال في عام 1892 ميلادي، وتعتبر من المجلات العربية القديمة المشهورة تهتم بالقضايا الأدبية والتاريخية والاجتماعية. പണ്ടുകാലം മുതലേ 1892 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പത്രം തന്നെയാണ്, ഒരു മാഗസിനാണ്, മജല്ലത്തു അൽ ഹിലാൽ. അസ്തറഹ മൻ അസ്തറഹ ജോർജി സൈദാൻ വഹുവ ലുബ്നാനിയൻ ലൈസ മിസ്രിയൻ മജല്ല തഹ്തമുബിൽ ഖലായ അൽ അദബിയ. ഖലായ അൽ അദബിയ ലിറ്റററി ഇഷ്യൂസ് വത്താരിഖ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വലിജ്തിമാഹിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. وهنا أيضا جريدة أخرى، جريدة لسان العربية، جريدة يومية ظهرت في الإسكندرية في عام 1894 ميلادي، وهي جريدة في الإسكندر أي لسان العرب، وقد أصدرها نجيب الحداد وأمين الحداد، وهما اللذان أصدرا جريدة لسان العرب، وتعتبر من الصحف الوطنية الحرة. Free National Journal ആയിട്ടാണ്, ഒരു സ്വതന്ത്ര ദേശീയ പത്രമായിട്ടാണ് ലിസാൻ അറബ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വ ഇലൻ ഹുന ജരീദത്തുൻ മഷൂർ ആയിലൻ ഇയ ജരീദത്തുൽ ലിവ വ അസ്ദറഹ അസിയാസി ഇൽ അറബി ഷഹീർ മുസ്തഫ കാമിൽ. മുസ്തഫ കാമിൽ അതാരിഫുൻ, മുസ്തഫ കാമിൽ വ സിയാസിയുൻ ووطني عربي ووطني مصري. ഒരു ഈജിപ്ത് ദേശീയത ബോധം, അറബ് ദേശീയത ബോധം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള, ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയിട്ടുള്ള, വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഈജിപ്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഈജിപ്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുസ്തഫ കാമിൽ. ഈ മുസ്തഫ കാമിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജരീദത്ത് അല്ലിവാ. أصدرها في عام 1900 ميلادي، 1900 ميلادي أصدرها جريدة اللواء، وهي أيضا مشهورة باتجاهاتها الوطنية، وهذه الجريدة مشهورة باتجاهاتها الوطنية، هذا الشيء ده بعد ما لرت النذل، أدين ولا رديهم صادين من ده. بعدين أي وهذه الصحف المشهورة التي ظهرت في عهد إسماعيل خديوي أو خديوي إسماعيل، مجلة اليعصوب، روضة المدارس، وكذلك الكوكب الشرقي، وكذلك ماذا، وكذلك الجريدة الأهرام، وكذلك جريدة اللواء، وكذلك مجلة الهلال، وهذه كلها، وكذلك هنا مجلة المقدم للسياسة التي تساند السياسة البريطانية، وكذلك هنا جريدة مجلة المؤيد التي تعاند ضد البريطانيين السياسة الاستعمارية، وهكذا هنا علينا أن ندرس عن تفصيليا عن هذه الصحف المشهورة. أما الصحافة المصرية في ظل الحرب العالمية الأولى والانتداب البريطاني، كما أننا نعرف بعد الحرب العالمية الأولى احتلت بريطانيا على مصر، فصارت بريطانيا من الانتداب البريطاني. فكيف ظهرت الصحف في هذه أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها؟ وفي ظل الانتداب البريطاني في مصر اختفت معظم الصحف الوطنية ولم تبق إلا الأهرام والمقدم. എന്താണ് ഇത്? വസ്നാൽ ഹർബിൽ ആലമിയ വബാദാവഫി ലില്ലിൽ ഇന്തിദാബിൽ ബരീതാനി ഫി മിസ്ർ. ഈജിപ്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഇടയിലുമൊക്കെ ഇഖ്തഫത് മുഅല്ലമു സഹഫിൽ വതനിയ, ഏകദേശം എല്ലാ ദേശീയ പത്രങ്ങളും നിലച്ചു പോയി. വലം തബക്ക ഇല്ല അഹ്റാം വൽ മുഖ്തിം, അഹ്റാം എന്ന പത്രവും മുഖ്തിം, മുഖ്തിം നമുക്കറിയാം അത് ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് അതും ഇവിടെ നിലകൊണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളും, ദേശീയ പത്രങ്ങളും അവർക്ക് എന്താവേണ്ടി വന്നു, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. فقام الزعماء الوطنيون بنشر نشرات صغيرة ويوزعون بين عوام الناس. أنغنا ديشية بطرنغ نرتندي ونبو بريتش عدي بتتني كيلي نرتندي ونبو ديشية نيدا كما رندي جيدو. فقام الزعماء الوطنيون بنشر نشرات صغيرة بوكليتس or عند برا ഒര ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു വസീഉന ബൈനാവാമിൻ നസ്, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ലഘുലേഖകളായിട്ട്, നശ്രത് സഗീറ ലഘുലേഖകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ലഘുലേഖകളായി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ മനഹലത്ത് സിഹാഫ ഫി മിസ്ര ബഅദ ഇസ്ദാരി ദസ്തൂർ ആം 1923 മീലാദി
الذي قرر حجية السحاب وظهرت الصحف والمجلات المساندة للأحزاب السياسية، أي بعد إصدار الدستور الصحافي عام بعد إصدار الدستور العام في مصر في عام 1923 نهلت الصحافة. തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഭരണഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് അറബ് പത്രപ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് പത്രപ്രവർത്തനം സജീവമാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ കറാറ ഹുരിയത്തെ സിഹാഫ കാരണം 1923 പത്ര നിയമത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫലഹറത്തി അസോഫ് വൽ മജല്ലാത്ത് അൽ മുസാനദ ലിൽ അഹ്സാബ് അസിയാസിയ, അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ പത്രങ്ങൾ അവിടെ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. وهنا الصحافة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية Second World War نشيش ملاوستا بعد قيام الحرب العالمية الثانية والقضية الفلسطينية كقضية صاخبة في الأوساط السياسية والعربية وضعت الرقابة على الصحافة إن Second World War نشيش في النيرن دائد വളർന്നു വന്നിരുന്ന പത്രങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള 1948 ശേഷം നമുക്കറിയാം പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സജീവമായി വരികയും സമൂഹത്തിന്റെ അറബ് ലോകത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയി പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂ വരികയും ഈ ഇസ്രായേലുകാർ പുതിയ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അറബ് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ശ്രദ്ധ പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാടുകളിലുണ്ടാവുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഈ ജൂത സയനിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദേശ ഭരണകൂടങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ റഷ്യ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ജർമ്മനി ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ദേശീയ പത്രങ്ങളെ അവർ അടിച്ചമർത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രത്തിന്റെ മേൽ ഒരു നിരീക്ഷണം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം തുടക്കത്തിലുണ്ടായത്. وظل الحال كذلك إلى أن أصدر الرئيس جمال الدين جمال عبد الناصر قرارا بتاريخ 24 أيار 1960 بتحويل ملكية دار الأهرام ودار أخبار اليوم ودار الروز اليوسف ودار الهلال إلى الاتحاد القومي. അങ്ങനെ 1960 ജനുവരി 24 പിന്നെ അയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ് 24 ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ അല്ലേ പിന്നെ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ 1960 പുതിയ നിയമം പാസാക്കി. ആ നിയമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അഹ്റാം, അഖ്ബാറുൽ യൗമ്, റോസ് അൽ യൂസുഫ്, അൽ ഹിലാൽ എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ, ദാറുൽ അഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രസ്ഥാനം, ആ പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോകൾ ഒക്കെ ഇത്തിഹാദൽ കൗമിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഒരു നാഷണൽ യൂണിയനിലേക്ക്, ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഭരണ ആ നിയമത്തോടുകൂടെ അതൊരു ദേശീയവൽക്കരിക്കുകയാണ്, പത്രങ്ങളെ ദേശീയവൽക്കരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ونص القرار على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي. ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് യൂണിയന്റെ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ യൂണിയന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ലൈസൻസ് കൂടാതെ ബിതർഹീസ് ലവിതർഹീസ് ലൈസൻസ് കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരണം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ആ നിയമത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൽ മജല്ലാത്തൽ മഷൂറ മിൻ മിശ്ര ബാദിൽ ഹർബിൽ ആലമിയ ലൂല, ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പുള്ള പത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മജല്ലാത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള പത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അൽ ഹഖായ് وكذلك أبو الهول وكذلك الأخبار وكذلك الاستقلال وهذه هي أيضا المجلات المشهورة بعد الحرب العالمية الأولى وكذلك هنا ما ظهرت مجلة السياسة وهي مشهورة أيضا بالنسبة للأدب الحربي والسياسة لحزب الدستوريين أي أصدرها الحزب الدستوريين وذلك في عام 1922 ميلادي مجلة السياسة كان رئيس تحريرها كان رئيس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل. نحن نعرف من محمد حسين هيكل. محمد حسين هيكل وهو روائي شهير الذي كتب أول رواية زينب. محمد حسين هيكل هو الذي كان يحررها مجلة السياسة وكذلك هنا كانت تذكر التحكم السياسي.
التحكم السياسي معناه political satire. political satire نالله راستية بريحاسين غلا دهم تصدق ركارند. من كلام الدكتور طه حسين. كمان أنا نعرف هنا في السياسة كان يكتب في كل أربعاء في كل أربعاء كان يكتب الآراء النقدية السياسية والاجتماعية وكذلك الآراء النقدية الأدبية في مجلة السياسية سياسة وهذه هذه المقالات التي تصدر في يوم الأربعاء التي تصدر في الجريدة سياسة ثم جمعت هذه المقالات باسم كتاب الأربعاء لطه حسين. وهنا جريدة أخبار اليوم. جريدة أخبار اليوم هي جريدة أسبوعية سياسية أيضا أصدرها مصطفى أمين وعلي أمين في عام 1946 ميلادي وكان لها الشأن الكبير في تطوير الصحافة العربية بعد الحرب العالمية الثانية. Second World War തുടർന്ന് അറബ് ലോകത്തെ പത്രങ്ങളൊക്കെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അറബ് പത്രത്തെ ഈജിപ്തിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പത്രമാണ് അഖ്ബാറുൽ യോമ. ജരീദത്തുൽ അഖ്ബാർ വൽ ശുഹഫുൽ യോമിയ്യ ലദീ തുസ്ര ഫീ മിസ്ർ ബഅദ അം 1956 1956 ശേഷമുള്ള പ്രധാന പത്രങ്ങൾ സൗത്തുൽ ഉമ്മ وكذلك البصير وكذلك الوفد المصري مصدر مصر الوادي وكذلك العالم وكذلك الدفاع وكذلك مصر الفتاس. فهذه الصحف المشهورة التي تصدر المجلات المشهورة أو الصحف المشهورة التي كانت تصدر في مصر بعد عام 1956 ميلادي. وكذلك هنا الصحف الأسبوعية. هنا كثير من الصحف الأسبوعية أولا الأخبار اليوم وكذلك أخبار ساعة والمسآخر ساعة المصور الاثنين وكذلك مسامرات الجيب الجمهور المصري الجامعة الشراع العالم العربي الرسالة الثقافة. فهذه كلها صحف أسبوعية كانت تصدر في مصر بعد عام 1956 ميلادي. وكذلك هنا المجلة الشهرية المشهورة المقتطف وكذلك مجلة الليلة وهي مشهورة إلى المختار وكذلك الفصول وكذلك الكتاب والكاتب المصري الدنيا الجديدة والنيل. وهذه كلها مجلات شهيرة كانت تصدر في مصر. فهذه هي حالة الصحافة العربية أو هذا هو تاريخ نشأة طباعة نشأة الصحافة العربية في مصر وتطورها. فعلينا أن نعرف أن نطلع على الصحف المشهورة في العالم في مصر. أيضا علينا أن نطلع كتب كثيرة هنا تاريخ الصحافة العربية في مصر وكذلك هنا فيديو توثيقي فيديو توثيقي دوكيمنت فيلم توثيقي التي أصدرتها قناة الجزائر. فإن شاء الله أنا أرتي لكم الربط للجزيرة لمشاهدة هذه الفيديو. السلام عليكم.